شاهزاده هرالد تریبول تو همین سه هفته پیش مقاله ای نوشت، تیکه کوچیکیش رو براتون میخونم. هرالد تریبول یک روزنامه بسیار پرپرستیژ و مطرح، نوشت بزرگترین خطر و تهدیدی که در ایران وجود داره اقوام مختلف هستند که 44% جمعیت ایران رو تشکیل میدن. خطر طغیان اقلیت‌های قومی که 99% اون توسط مزدوران و جیرخاران وابسته به خارج از کشور برای جداسازی قسمت‌های مهمی از خاک ایران سال‌هاست، دهه‌هاست دارن تلاش می‌کنند، اینها میتونن همه چیز رو دگرگون کنند. و اکثریت اونها که خواهان بقای ایران، یک پارچگی ایران، تمامیت ارضی ایران هستند، اما مزدوران و جیرخاران و وطن فروشان و جدایی طلبان و تجزیه طلبانی که از دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی تجزیه میشن، اینها در یک بلوا و شورش میتوانند سکان کشتی در هم شکسته را به دست بگیرد. در اختصار کلام، اعلی حضرت سقوط قهر یک رژیم جانی و جنایتکار همچون رژیم اسلامی، اگر یک رهبری منسجم، یک دولت موقت وجود نداشته باشه که بتونه دوران گذار رو، یعنی از ثانیه سقوط اینها فرمان بده و مردم فرمان رو بگیرند، میتونه بلایی بر سر مردم بیاره که به هیچ وجه عواقبش قابل پیش بینی نباشه. دارم به دور از احساسات، دارم واقعیات رو با پادشاه هم و مردم صحبت میکنم. این دولت موقت، این دولت در تبعید، این رهبری به رهبری شخص خود شما، تنها کس خود شما، اگر امروز نشه فردا دیره، اگر فردا نشه پس فردا خیانته. اعلیحضرت ساقط کردن رژیم اسلامی کار مشکلی نیست، باورم کنید. اگر تا به امروز هم، یعنی در طول 6 سال گذشته، اگر این رژیم سقوط نکرد، درایت و سیاست و بینشه آنهایی بود که می دانستند بدون یک رهبری منسجم و یک دولت در تبعید یا یک دولت موقت یا یک فرماندهی، یک رهبری، کشور از هم می پاشه. ساقط کردن حکومت اسلامی آنقدر مشکل نیست که حفظ کشور و مردم در اون حالت که ضربه سقوط زده میشه. ضربه سقوط رژیم یک ضربه بیهوش کننده است و این میتونه کنترل فردی و اخلاقی رو از بین ببره، در صورتی که یک رهبری و یک رهبریت و یک دولت موقت وجود نداشته باشه. هیچ زمانی حساس‌تر از امروز برای این دولت موقت و رهبری شما و فرمان به درون ایران دادن نیست. به همین جهت 30 سال ما آلت دست خاتمی ها، موسوی ها، این عرازل و اوباش در خارج از کشور و این چمدون کشهای این رژیم و اتحادیه اروپا و یا کشورهای دیگر هستیم و این سناریوها و این پروژه هایی که در خارج از کشور 30 ساله داره پیاده میشه، چون یک رهبری وجود نداشته. یک اپوزیسیون متشکل و برانداز وجود نداشته. شما باید اون فردی باشید، اون رهبری باشید که قادر به کنترل اون جمعیت بعد از سقوط این رژیم باشید. مردم به اعتبار وجود اون دولت، اون شورا
هرچی اسمش رو میخواید بذارید که شما رهبریش رو دارید، خودشون رو مقید به رعایت قانون و نظم میبینند. تاریخ ما این رو نشون داده که همیشه باید یک نفر اون بالا باشه. یعنی رهبری جامعه و کشور به وسیله دولت، دولت موقت، در سقوط قهری رژیم اشغالگر اسلامی. اگر این رهبری وجود نداشته باشه، اگر رهبری وجود نداشته باشه یا رهبری گم شده باشه، رهبری جرأت ابراز این که من رهبری این جنبش رو، پرچمداری این جنبش رو حرف زدن نوا عمل کردن، مردم ایران در خلأ اون رهبری و اون دولت موقت نمیتونن زندگی کنند و همه چیز به هم می‌ریزه. چیزی که قادره برنامه‌ای، دولت در تبعیدی، شخصیتی چون شما اعلی حضرت وارث تاج و تخت، سوگند خورده به پادشاهی، حالا همه اینا رو هم میذاریم کنار چون شخص شما میگید مردم باید انتخاب کنه و حقم با شماست و این استقناع طبع شما رو، اون روش دموکرات منشانه شما رو، شخصیت بالای شما رو به 75 میلیون در طول 30 سال گذشته نشون داده، اما اون شخصیتی که، اون نیرویی که، اون چیزی که میتونه به سرعت خلأ سقوط حکومت اسلامی رو پر کنه، رهبریه اون دولت موقت، یعنی همون چیزیست که مردم بهش عادت داشتند و دارند، یعنی جای دولت ساقط شده و فراری رو یک دولت مشروع و مقتدر با هویت تاریخی و پشتوانه های هویتی که شما همش رو دارید جایگزین بشه. من بشینم تا 10 سال دیگه اینجا بگم جاوید شو، 10 سال دیگه در این میدانها در میادین عکس شما رو ببرم، هنجرم رو پاره کنم بگم جاوید شاه و مردم هم بگن جاوید شاه، اعلیحضرت پادشاه، به اهورامزدای ایران، به جان 4 فرزندم، به بزرگی عظمت پدر و مادری که در دامانشون پرورش پیدا کردم و به خاک ایران سوگند، اگر نجنبید کشورمان ایرانستان خواهد شد. خود ستایی و خود بزرگبینی و خود محوری و این حرفا اصلا در وجودم نیست. یک ماه احمد و اویسی رو بفرستید مسافرت، بنده کنار شما قرار بگیرم، به اهورامزدای ایران، ایرانمون رو آزاد بکنیم. به رهبری شما، پادشاهی شما، پرچمداری شما. ولی حتی به لس آنجلس که میایید میگویند اگر با سکوی شاهزاده بشینید همه خنجرها و شمشیرهاشون رو میکشند. میدونید چرا میکشند شاهزاده؟ برای اینکه اون زمان پایان رژیم اسلامی است و اونها دوست دارن این خنجرها غلاف باشه، چون من که ازش نمیترسم، که من جانم رو گذاشتم. شما میفهمید من چی میگم و این نوار و این صدا و این اگر الان نمیبینید به شما میرسه. آقای اویسی باید بازنشسته بشه. ایشون قرار نبود اعلی حضرت دوم ما باشه. ما یک پادشاه داریم، یک رهبر داریم، شما هستید. ولی تمام تصمیم گیری ها رو ایشون داره میکنه و همش خطا بوده. این حرفای من در تاریخ ثبت میشه. اصلا هم برام مهم نیست یه سری خال زنک بعدشون بیاد خوششون بیاد، چون مسئله کشور من در یک شرایط بسیار بحرانی است که با جاوید شاه گفتن و با نمیدونم مرگ بر حکومت اسلامی گفتن درست نمیشه. تنها چیزی که میتونه خلأ رو بعد از سقوط این رژیم بلافاصله پر کنه شما هستید اعلیحضرت رضا شاه دوم.